آمادگی ها برای نشست عالمان دین در کابل نهایی شده است و بسیاری از اعضای نشست نیز به کابل رسیدند. اونا درباره مسائل مهم که در مبین افغان ها هست، وحدت ملی ما هست، تامین امنیت سرتاسری هست و حفظ ثبات است و دیگر موضوعاتی که مهم است اونا با هم بحث میکنند. وقتی که اونا با هم بشینند باز انشاءالله نتایج بحث اونها را ما همراه شما شریک میسازیم. عبدالسلام حنفی درباره مسائلی که در این نشست مطرح خواهند شد چیزی نمیگوید، اما می افزاید که برای حضور جوانان در این نشست موانعی وجود ندارد. در این اجتماع بزرگ تاریخی از هر ولسوالی ها، علما و قومی مشران و مخورین و از شارها همچنان کسایی که با نفوذ هستند، کسانی که مؤثریت دارند در مبین ملت افغانستان، تاجرهای ملی و شخصیت های ملی ما و شما در اجتماع اشتراک میکنند. پیش از این حضور نداشتن نمایندگان زنان در این نشست انتقاد شده است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که تدابیر جدی امنیتی برای این نشست نیز گرفته شده است. علما کرام بخپل هغه څه چې لري له ځانه سره پیشنهادونه او نظریات هغه به شریکی بحث بکی او د دې غونډې د امنیت لپاره هم ښه ټینګ تدابیر نیول سوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه ښه په بیداری سره متوجه دي. در همین حال جمعیت اسلامی افغانستان در خبرنامه این نشست را نمادین و فرمایشی می داند. نشست علما فردا در همین تالار برگزار خواهد شد و هم اکنون تمامی آمادگی ها به شمول تدابیر امنیتی در اینجا گرفته شده است. هرچند برگزاری نشست به علت حضور نداشتن زنان با انتقادهای روبروست، اما با آن هم انتظار می رود. در این نشست مسائل مهم کشور به شمول بازگشایی مکتبهای دختران گفتگو شود.